ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. رحم بکنه برای کسانی که در روی زمین هستن، انسان هستن و قابل رحم هستن، تا اینکه خداوند تبارک و تعالی به شما رحم بکنه و مهربانی کنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم بر تمام بیننده های محترم برنامه های گاه نما. دوست عزیز، شما را خوش آمدید میم باز هم به برنامه امروزی ما. دوست عزیز، باز هم امروز در یکی از فامیل های بی‌بداهت رفتیم و احوالشان را گرفتیم و از غم ها و مشکلاتشان جویا شدیم و اونا هم طبق معمول مشکلات خدا قدیم ما شریک کردن و ما هم شناساییشان کردیم و امتو که رایج بود در برنامه های ما کمک رمضانی، چون فعلا برنامه های رمضانی است، امروز اول رمضان هم هست، برای از این فامیل ها هم مثل فامیل های دیگه کمک رمضانی خود رساندیم. غالبا در افغانستان دوستای همگی با کوهای غم هستن، همگی مشکلات خیلی زیاد دارن، هر فامیل نام خدا 4-5-6-7 طفل و پیداگر خانه یا مریض یا ضعیف یا اقتصاد پایین یا کارهای شاقه که خیلی درآمد کم دارن. دیگه از این فامیل ها خیلی زیاد داریم، خیلی زیاد هستن و غالبا زیادترین مردم ما که هستک اکثریتشون به می دردهای فعلا میده و سرطان اینا هم گرفتار هستن و مشکلات زندگیشان خیلی زیاد هست. امروز هم فامیل را سر خوردیم که اینا هم مشکلات زیاد خود دارن از بابت اقتصاد. پیش از اینکه که دوست عزیز ما دربارهشان معلومات بتون، شما از آن دعوت میکنم و زبان خود از اینا بشنوین بهتر است. السلام علیکم و رحمت الله. چی حال دارین؟ صحتتون خوب است؟ شکر الحمدلله. چطور است سکت رمضان؟ میگذره دیگه، امروز اول رمضان و بخیر. اول شده چطور است اقتصادتان؟ وضعیت اقتصادی بسیار بیادر خراب است از نگاه هر چیز. از بیخانگی، از اقتصادی، کار غریبی نیست، هیچی نیست. فقط من خودم 8 اولاد دارم، 8 دفعه 3 تا از این بچه است، 5 تا دختر. ماشاءالله. که یا میارم دو تا بچه کم نیستن که بود مالشی میکنن. اونو من که پیدا میکنم که اونمون خرچه همون کتاب و کتابچه رو برن قلم دیگه. یعنی دو تا دختره که من که یا مکتب میرن، من خودم کراچیان هستم کتاب بیگاه اگر من کار میکنم، یعنی درآمد صحیح که 100 تومن 100 روپه یا 1.5 زیادتر نمیشه. خانه ندارم ده، اونو کوششتیم مرا شاندن در خانه یک نفر که یک گوشکه و در رو میخورم. یک گوشکه یعنی جایتان خانه تان بلند است؟ بلند است. یک گوشکه و در رو پاید و سرک بالا میرم زور زور رو باستانه کنم پایان، یک گوشکه و در رو پاید گوشکه های 20 لیتر. کار غریبی هم نیست، تا بگاه کراچیون کارم سقیب واسه این رمضان هم است. دفلک های ما هم خارد خارد است که یعنی شما بچه شم دیده تا میبینی که خود خود است تا بچه که کم نیست که با بود بالش میکنه. رفتیم که امو پیسه امو قلم کتابچه و از او زیادتر نمیشان که پیدا کنه. و خودم هم که مریض است، من میان مریض هستم که چند روز میشدیم خانه است. خود مرا زردی گرفته است، در 15 روز میشدیم خانه افتادیم. اگه
بیادر اینی مشکلات هست، مشکلات ها زیاد هست، هرچی که بگویم بازم کم است. مشکلات بسیار است، اشتک دار هستم، رسیده کردن نمیتانم، پوره نمیشه، کار نیست، غریبی نیست، هر طرف که میریم فامیلی بیادرم یه چیزی در دست نمیه. بی الله رحمان است میشه. شما گفتی 3 تا بچه هست، بچه کلان چند ساله هست؟ بچه کلانم 14 ساله. 14 ساله هست. او هم بود پالشی میکنه؟ او هم بود پالشی میکنه. مکتب میره؟ میره بود پالشی هم مکتب هم میخونه. بچه دومگین 12 ساله هست، بچه سومگین 10 ساله هست. تنها مکتب میرن یا که کورس های خصوصی هم میرن؟ تنها مکتب میرن و کورس خصوصی دیگه قدر وقتی یا ندارن که از بیچارگی یا کورس خصوصی برن. من خواه نمیتونم که قلم کتابچه و لباس رو از یا به یا تهیه کنم. همو خودشان گفتیم که همو خودتان بری بود پالیشی کنه که همو پیسه قلم و کتابچه تان بره از لباس تان بره ایله که من موقع کار کنم پیسه یک لغمه نان یک ده تنان ما تا بیگاه پیدا. غالبا زیاد خوراک تان در رمضان چی هست؟ زیاد خوراک ما خیلی بیچارگی است، یعنی کچالوز بیادر، اینمی دال است، اینمی تو رو از اینمی زیادتر چیز دیگه نیست، یا نان چای از اینمی چیز دیگه. بازا وقت همی کچالو هم پیسش پوره نمیشه، اونمو نان چای اونمو رو میخوریم. روز البته ببخشی سوال میکنم، نمیخوام بکنم، خب بازم بار تفهیم به خاطر بعض از انسانهای را ما در دنیا داریم بسیار سخت هستن و بسیار همگی را فراموش کردن، حتی فراموش کردن که در دنیا بعض از برادرهایشان از باید دستشان بگیره. تصورات غلط شیطان در ذهنشان میره که خدایی را پیدا کرده، خدا باید برازی بوده. این پیدایش غریب که از خودش یک امتحان است به تمام کسایی که دارا هستن. خداوندی را میبینه، خداوند رزق از او را میده، لیکن پیدایش غریب خودش یک امتحان است به اون سخت نفس هایی که هیچ اصلا نمیخواهند که سیل بکنند که در دنیاشان کسای ناتوان هم موجود است، حتی نمیخواهند که به طرف از اونا متوجه شوند. میخواهیم سوال رو طور از پرسان بکنم، آیا شما در طول چقدر مدت، یعنی در یک ماه، در 2 ماه، در 3 ماه میتونید کدام وقت گوشت هم بخورین یا که میتونید زودتر بخورین یا نمیتونید؟ چه رقم است؟ یارا در طول 2 ماه بعد یا یک و نیم ماه بعد، نظر اگر کدام روز که کارم شود. اگر فامیلی من کدام نیم کیلو او هم 1 کیلو که خریده نمیتونم، یک نیم کیلو گوش باز من خانه گرفته بیه. یک و نیم ماه بعد و 2 ماه بعد، باز وقت شود در 3 ماه بعد که موی اثر بخش من شود، نظر به کار او رقمی که من میزنم باز وقت پیسه همین نان خشک، همین نانی که من از نانگاهی میخرم مثال دهتا همین پوره کردن میده، همین پوره نمیشه. بیشک خیر باشه پناه بالله. خب ما طوری که دخترکتان پرسان کردم در باری بوره، گفتن که صبح چای خوردیم لیکن نگفتن که بوره داشت یا نداشت. آیا فکر کنم شما بوره هم ندارین؟ بوره هم نداشتیم. چند روز است که یا چای تلخ میخوریم. چند است. امشب کیم که با میا چای تلخ بود، پیسه بوره نبود. من پیشترم برستم هست کردم که در 15 روز میشه که من خودم در خانه افتادیم مریض هستم. مریض هستم که حتی این پیسه نان خشک که من میال پیدا کردن بخشمون بسیار مشکل است. همون نان خشکی که از نانوایی میخریم با ما سخت است. این بوره و چای تو رو را بجا جای کن. خواهرها و برادرهایی که دیدن مشکلات از اینا را از طریق زبان خودشان شنیدن، امیدوار هستم که
کسایی که میخوان با چنین فامیل های بی‌وضاحت همدستی و یاری بکنن، انشاءالله شما کتیتان حاضر هستیم کمکتان رو به اینا برسانیم. میخوام از خواهرم سوال دارم، خواهر گلم آرزویتان چی هست در زندگی؟ آرزوی نیست که یک اقتصاد خوب داشته باشم، درآمد خوب داشته باشم، یک سرمایه خوب باشه، بعد رضیا پیدا کنه، اینه مطقم صاحبی خانه شد. به الله رحمان است، الله رزاق است، الله میده. چطور است فلکایت با درس میرن؟ با درس خوب استن. امسوب هم اینمی دخترم پشت لباس گریان داشت که لباس ندارم. باز یک امسای ما یک جرگاله کولی دختر خود آهار بخشش دا کنم نبارم. باز از کون فروشی یک اینچی هم بخشش دا آهار دیگه بیک هم نداشتم. امسوب بخشش کاله کولی دختر خود رایی کرد ما کتن میا بارم هر صوب گریان میکنم میا کرد قد کالا کونه ما بریم آید. دور استم خواهرها و برادرها شنیده باشند. دوری که ما از دو کلان خامی پرسان کردیم واقعا دارای مشکلات زیاد هستند. خب خواره گلم از تو سوال داشتم، صنف چند هستی جانو بیاد هستی؟ صنف چهار. نام خدا چندم نمره هستی؟ نمره. نام خدا یک چیز دو سال نگفتن ما کتدیم فامیله به بزاد چقی که ما سر خوردیم. نام خدا بهترین و زیرکترین اطفال داشتن و در بخش درسی خود خیلی که نام خدا پیش هستن. امیدوار هستم. خب چی آرزو داره در آینده شوی؟ دکتر. نام خدا انشالله که میشی، انشالله میشی، به خاطر از اینکه زیاد دختر فهمیده و درس خوان هستی که اول نمره هم هستی، انشالله میشی دکتر. خب دوستا طوری که شما دیدین شنیدین همی فامیل بود که ما در کمک های رمضانی خواهد از پول زکات دوستا که به ما روان کرده بودن شناسایی کردیم. بر از اینا هم به یک مقدار مواد خوراکه که عبارت از یک بوجی آرد و دو سیر برنج، یک سیر بوره و همتون نیم سیر دال و نخات و همین چیزهایی که میفهمیم دفعتن ضرورت است به یک فامیل، ما امیر با یک فامیل خوراک یک ماهیشان گرفتیم و مثل دیگه فامیل ها بر از اینا هم رساندیم. کسایی که میخواین با زکات خود چنین فامیل ها را کمک بکنن، کسایی که میخواین با بدون زکات کمک بکنن، انشالله که ما در خدمت شما هستیم. فامیل های یتیم، فامیل های بی‌وضاحت، این فامیل ها حق از اینا بالای سر ما و شما هست زیاد. ما چون که از توان اقتصادیم چیز نمیتانم کرده، اما قمیتانم که اینار کرد شما وصل بکنم و اما مسئولیت، اگرچه مسئولیت ما در این حدا نمیشه در مقابل اینا، اینا بسیار حق زیاد دارن سر ما. هر کدام از این، هر طفل هزی، هر دانه یتیمه که شما میبینین در ویدیوهای ما، اینا خیلی که حق سر ما زیاد دارن، چون ما داخل برنامه است، ما خودم میگیریم واقعا. اگر با واقع شما او مشکلات را که ما میبینیم، اگر شما ببینین عشق تا نگرفته نمیتونیم. و امروز هم حوال رمضان از فکر که ما در فامیل که آمدیم، ما با طور مثال است از دخترک پرسان کم چای صبح کم چه رقم بود، او میگه که چای خوردیم، ما تون بوره خوردیم و از شرم چیز نگفت که بالاخره پدرشان اشاره کرد که 15 روز از دخانه هستن و نه از کدام بوره دارن، نه کدام چای دارن، مشکلات اقتصادیشان خیلی زیاد هستن. و ما اینمی مشکلات تا حد توان خود که خودم میتونم با شما ازان یک جای کردم و که شما ایره شریک کردم. کسایی که آرزو داشتن یا آرزو دارن که با چنین فامیل ها همدستی کنن، همکاری کنن، چنین فامیل ها را دستشان بگیرن، دست گرفتن از این فامیل ها از دنیایتان گرفته تا آخرتتان براتان آسان می سازن. بجای از یک پول هایتان در تلویزیون های فحشاگره که پای لچ کردن پشت عزت از این مملکت، پای لچ کردن پشت دین از این مملکت، پای لچ کردن پشت ناموس از این مملکت،
بجای از این که با او کثیف انسان ها بتین که نه دین شما را دوست دارن، نه شما را دوست دارن، نه عزت شما را، هر لحظه کوشش شانی است که سر شما با یک نحوه دینتان تخریب بکنن، با یک نحوه وطنتان تخریب بکنن، با یک نحوه ضرر، با یک نحوه ضرر خود برسانن. بجایی که بر از اونا کمک بکنیم، ما شما را من حیث برادر انسانی تان، من حیث برادر دیندارتان دعوت میتونیم با چنین فامیل های کمک بکنین. این فامیل ها فکر کنه یک کمک عادی تان یک ماه الا دو ماه میتونه که چنین فامیل هایت که دارای 5 یا 6 اولاد هستک سرنوشت از اینا را گرفته تا خوراک از اینا، پوشاک از اینا شما سپانسر شوید. الله رحمان، این رقم کمک هیچ وقت بی بدیل نمیمانه، این رقم کمک هیچ وقت در قرآن عظیم شان اگر شما بخونید اللهم شما به فقرا کمک بکنید. و کسایی که میگه از من اطاعت میکنه، کسایی که ایمان داره، ما هیچ وقت اونا را تنها نمیمانیم. دوست عزیزی بود گفته های از فامیل به شما رساندیم. من تشکری میکنم از کسی که به مردم های بی‌وضاحت، به آدم های غریب، چی ما باشم چی کس دیگه باشه، که خداوند او را داد است که تو و مردم که تو داری به مردم فقیر کمک کنی. من تشکری میکنم که مستحق به کسی بده که مستحق از این باشه، و هر کسی که باشه، هر کسی که به ما کمک میکنه تشکری خداوند دیگه و دیگه بتش، هزار سال فامیلی زنده باشه، خداوند با ایمان و با وجدان از دنیا ببرید. آمین. آمین با شما دوستا. البته این حق تان از بالای سر همه خوردیم، اگر شما رو گفتنی داشته باشید. تشکر میکنم از معلومه که با ما دیگه مردم غریب کمک میکنم. یک جمع تشکر. زنده باشید. شما همچنان تشکر. انشالله که ما از طرف دفتر گوهرنما میخوایم که به خاطر کورس خواهر گلم دوست عزیز میخوایم کورس ریاضیش از طرف دفتر بگردن بگیرم. نام خدا طفل بسیار زیرک هست، کورس ریاضی کمپیوترش اگر کسایی میخوایم که سپانسر از این درس شمشه ندقل، ما حاضر هستیم که اینا را کورس ریاضی و کمپیوتر در پولیش بگردن بگیریم. اگر کسایی میخواییم بگیرن انشالله که ما همو کمک تانه طبق پالیسی دفتر خود بر از اینا میرسانیم. یعنی ما یک پروسه درسی داریم که اون پروسه درسی ما عبارت از کورس کمپیوتر ریاضی فیزیک هستد که هر طفل را که ما بگردن میگیریم فامیل، اگر کل فامیلش را بگردن بگیرن، خب بسیاری دوستا فامیلا را بگردن گرفتن که باز یک بخش همی اطفالشان از درس خواندنشان، چونکه این بسیار طفلک زیرک است و طفل بسیار کوشا هست در بخش درسی خود. هر کس بگردن میگیره، اول تقاضای ما است که اگر کل فامیل شکست بگردن بگیره ماهانه هر چی از واسه توان داریم بسیار خوب میشه. باز حداقل از حداقلش میگذریم، باید یک کس از شما یک دله بکنم. شما رو بالا یک تام اسپارم دوست دارید، چیزی که قابل شنیدن بود، قابل گفتن بود، اینا گفتن و شما هم شنیدین. شما رو به الله یک تام سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Why?